مسئول کمیته انتظامی تسهیلات سفر شهر اصفهان از ممانعت از حضور اتباع افغانستان در روز طبیعت در پارک کوهستانی صفه خبر داد. احمد رضا شفیعی دلیل این تصمیم را رفاه شهروندان اعلام کرده و گفت حضور پررنگ افاغنه در سالهای پیش ایجاد ناامنی کرده بود. این تصمیم نیروی انتظامی بلافاصله با واکنش منتقدین مواجه شد. آنها معتقدند ممانعت از حضور افغانها در مراسم 13 بدر با هدف جلوگیری از بزه احتمالی نادیده گرفتن حقوق شهروندان افغانی است. مدتی پیش مؤسس انجمن خیریه حضرت ابوالفضل در اصفهان گفته بود طبق قانون پیوند اعضای هر ایرانی به هموطن خود اشکالی ندارد، اما پیوند عضو از ایرانی ها به افاغنه انجام نمی شود. سال گذشته نیز طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس به بهانه مشکلات امنیتی رد شد. دولت و مجلس نیز گفتند به فرزندان ازدواج‌های دو ملیتی تابعیت نمی‌دهند. این تصمیم دولت بدین معناست که هزاران تبعه افغان که سالها در خاک ایران زندگی کرده و حتی همسر ایرانی اختیار کرده اند، امکان اخذ تابعیت ایرانی را نداشته و فرزندان متولد شده آنها در خاک ایران نیز امکان داشتن شناسنامه ایرانی و حتی ثبت نام در مدرسه را نخواهند داشت. منتقدین به سیاست‌های اینچنونی دولت معتقدند گرفتن فرصت زندگی و عدم پذیرش مهاجرین دیگر کشورها در ایران علارغم داشتن شرایط عرفی و بین‌المللی نه تنها حقوق انسانی آنها را ضایع می‌کند، بلکه حضور این شمار از مهاجرین در وضعیت کنونی به مشکلات اجتماعی نیز بیش از پیش دامن خواهد زد. منتقدین همچنین همراهی نهادهای حکومتی را با اندیشه‌های مهاجرستیزی مورد انتقاد قرار داده و با به قانون تبدیل کردن این نگرش مخالفند. بعد ببینیم چه خاکی تو سرمون باید بکنیم. حالا صبر کنید تا بهتون بگم همون خوابی که فلسطینی‌ها داشتن ما از او عمیق‌ترشو داریم. بعد می‌فهمیم. با اجازهتون تو این مملکت نزدیک 2-3 میلیون نفر فقط ما افغانی داریم. می‌دونید؟ تمام این افغانی‌ها رفتن آقا ورزش نمیدونم نظامی یاد گرفتن، تکواندو، جودوکار، کنگفوکار. یه افغانی میتونه 20 جوان ایرانی رو بخوابونه، کلاس برای همدیگه میگذارن، آماده دارن میشن افغانی ها. حالا صبر کنید خواهید فهمید. یه وقتم شب خوابیدیم افغانستان شده، ملا عمری ها اومدن. اولم سراغی من میاد. در مرداد ماه 2 سال پیش با تابعیت 25 هزار کودک حاصل ازدواج بانوان ایرانی با مردان افغان موافقت شد، اما بر اساس آمارهای دولتی هنوز بیش از 32 هزار کودک بی‌هویت و بدون شناسنامه افغان در ایران زندگی می‌کنند. احمد باطبی، صدای آمریکا.